سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتونین؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و بهتر بشین روز به روز توی این اوضاع. جیدال و عرفان یه ترک دیگه دادن، یه ترک داده بودن ایران من، الان یه ترک هم دادن که اون داره میره دوتاییه. اون دیگه خیلی شلوغ بود ایران من، این دو نفر است. ببینیم که چی خوندن، بریم بیایم. خب تایم ترک 5 دقیقه 24 ثانیه است، تایم بالایی نسبتاً برای دو نفر مخصوصاً، ولی حالا بستگی داره محتوای ترک چی باشه. یه نکته‌ای که من می‌خواستم توی آهنگ ماه کوروش بگم و یادم رفت این بود که کوروش و جیدال همیشه یه بیفی بینشون بوده که میگفتن چرا مثلا کارتون رادیو جوان پخش میکنین، که حالا خودشون میگن که اون فیکه، اون مثلا آمارش علکیه، از این داستانایی که حالا همیشه داریم توی رپ. اتفاقی که افتاده سر حالا این دوتا ترک سیاسی اجتماعی که هم ما از کوروش هم اون داره میره از جیدال عرفان، جفتشون از پلتفرم رادیو جوان پخش شدن. یعنی جفتشون میگن این بده ولی باز میدن که همین پلتفرم پخش کنه. بریم بشنویم ببینیم که اون داری میره داستان چیه. لینکشو میذارم توی دیسکریپشن از یوتیوب رادیو جوان، بخواییم بشنویمش. 1 2 3 خیلی دوست دارم و حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش. این وایس من شنیده بودم که برای فکر میکنم حدیث نجفی، اگر اشتباه نکنم، سوتی نگیرین لطفا. توی ترک کوروش من سخنرانی آخر نمیدونستم مال کیه، گفتم مال کیه، یکی اومده بود کامنت گذاشت یعنی تو نمیدونی مال کیه، فازتون چیه دقیقاً؟ یعنی مثلا شما کل چون یه دونه مثلا سخنرانی رو شنیده فکر میکنه دیگه همه مثل خودش باید مثلا همه سخنرانیان شنیده باشن. نشنیده بودم، ببخشید، من واقعا گناه کبیره بزرگی مرتکب شده بودم. فازتون چیه؟ دنبال زیر بغل ماری؟ خوشحال باشم که رفتم. حالا اینو میدونم، اینو اگه تو نمیدونی من اینو میدونم. آهنگ چیزه بلا چاو با سنتور زدنه که دل میگیره این اگر نوشته جیدال عرفان، این کیه که داره میخونه؟ یعنی از این ویدیوهای اینستاگرامی گذاشتن که مثلا یه خواننده اومده کاور کرده یا مهتای مدیل که نیست، نمیدونم کیه. چون خیلی ها این آهنگ رو کاور کردن اون روزای ابتدایی اعتراضات، ولی اینو نمیدونم واقعا کیه صداش، نمیدونم. من شنیده بودم که، یعنی من سارنش رو شنیدم که سارن کاور کرده بود و خیلی دیگه هم دیدم ولی اونا رو اسمشون تو ذهنم نمونده. یه دقیقه شب بزن نورشم تو ظلمت ماما، هرچی بود و بردم ماما، یا باید من به غربت برم یا غرقشم تو مرداب سنت ماما. تو در رخ دست توی سینه بغض است، میکشن مهرز میشکنن جفت است، انگار کوچه ها همشون بست است، غیر انقلاب خیابونا بمب است، تو که خالی جلوی ما سفره است، ولی این سری شکمه اینا سفره است. نگو میکشن نرو، نگو میکشن بمونیم، بچه چند سال مرده است، بذار خون ما به پاچه رو زمین ها، ولی آتیش بگیره این رو سریا، این مریا مریا، همه عاشق وطنن جونم ایران. ما تو خیابونیم توی رخ داد، قانونا میره زیر جفتام، مهم نیست اگه داری با تو قد کلا خود تو تخمام. قد کلا خود یه چیز بگم، این حس اولیه من نسبت به شنیدن بار اول این ترک که اون ملودی که در اون زیر پخش میشه، همون ملودی بلاچا،
نمیخونه با این فلوی که جیدال داره میخونه، یعنی کیکو بیسش اوکی، درامش اوکی، پرکاشنش اوکی، ولی ملودیه نمیخونه. یعنی اگه مثلا همون اولش توی اینتروش بود خوب بود، با اون مثلا سرود اولش توی اون کاور اولی هم که انجام داده بودن میخوند، یعنی همسو بود، هم ریتم بود، ولی دیگه این فلو رپ خوندن روی این ملودی جور در نمیاد. حالا بازم خودتون میده. بریم یکم عقب. زیر جفتان مهم نیست اگه داری با تون قد کلا خود توی تخمان بست زلت بست سربا بست امامه بست سردار سلامت یکی داره جورت چیره مادر حلال ده هشتا شبه چیره که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره وای میره اینستاگرامشون نزدن کیه حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره یه شبه چیره که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره اون دلش چیره حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره برای اونی که در به در شد برای مادری که خون جیگر شد برای روز شادیمون که روز غم شد برای این دردی که سهم من شد یا اون گفتن فلسطین اشغالی ماما کشتن ما نداره اشغالی تش میگم بود خطای انسانی ماما نیشه قفص ما زندانی من میرم این کشور رو بسازم ماما ببریم یا همش رو ببازم ماما تعجب نکند آدم ولی تکست جیدار خدای قویه من میرم این کشور رو بسازم مامان ببریم یا همش رو ببازم مامان تعجب نکند آدم مردم و به تتو میترسن اینا از جنازم مامان شاید امشب و بازداشت میشم شاید یه جسد تو آگاهیشم یا تو شبکه به اعتراف وادار میشم مهم نیست میمیرم تشی آزاد میشم ناراحت نشو اگه منو نداری چون من برو پس بگیر حقا حاجی اگه بمیرم میشم من آزاد مامان چون یه حس داره مرگ و رهایی سرخیم بچه آبانیم ما نوریم رو سیاهی آواریم مرد میهن آبادی زن زندگی آزادی. این که این شعارا رو میارن تو دل آهنگ خیلی حس خوبی میده به نظر من. یه لحظه واقعا فکر کردم آهنگ تموم شد ولی عرفان اومد. مامان وقت بی طرفی با قاتل بی شرف نی حدیث نیکاسارینه ها خونشون نریخ از روی بی هدفی بیدار شدیم دیگه مرده خورا پف دستاز خودتونیم کوکته مولوتو فهمیدیم اتاد برده جلو زم توی دل بسیجی بزه پر خوف زنندهش تیر شب هاش بلوچستان زید رگ باز دانشجو رو برد نیمه شب باز انتقام سخت ما دیگه سردایمون سیر مرد قاتل کرکو دیرن میکشن و میگن خودکشی که اولیش ترک لور فاس عرب کرده میهن میرن توی دل شب چنگ صبحو دیدن منتظر بودن 60 و 70 صبر نمی کنم ولی نسل 80 ارشاد نمیشم با گشت تمام سیل میشم ولایت غرق در آب اعتراض رسید به اعتصاب حالا مرحله بعدی انفجار یادمون میمونه کی بود حزب باد که پی حفظ نظام بود کی انقلاب دیگه بفهمیم طعم آزادی و قرن بعد قرن بازسازی و این دفعه کشت اولو کش نذاریم فردا پس فردا پاش وایسیم مگه نکردیم 40 سال پیش چرا نتونیم الان جای انکارش نیست 80 میلیون صفحه جلو ده 80 این با فکرای تیز بجو فکرای خیس که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره اون دلش شیره حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره یه شبه تیره که دل میگیره اون داره میره وای میره وای میره اون دلش شیره حقو میگیره مثل صبح به سیاهی میشه چیره
شنیدیم اینو، ولی یه چیزی من بگم، من نظر شخصی خودمه، اصلا نمیخوام هیت بدم، ولی من چند وقت پیش، فکر میکنم هفته پیش بود، که من از شنگایی توی این تایمی که اعتراضات شروع شده دارم آهنگای مثلا قدیمی که واسه اعتراضات قبلی بوده رو مرور میکنم، مثلا ریاکشنشون رو میذارم، خیالشون رو مثلا خودم هم خیلی وقت نشنیدم، ولی چند وقت پیش یه دونه آهنگ گذاشتم از ارفان و سوگند، آهنگ منتظر. خواهش میکنم برین اون آهنگو، اصلا ریاکشنش رو ول کنین، برین اون آهنگو بشنوین و با عرفان امروز مقایسه کنید. به نظر من اون عرفان فکر میکنم برای راحت 4-5 سال پیشه، حالا دقیقش رو نمیدونم، توی ویدیو فکر میکنم گفتم برای کیه، برای چه سالیه، 2012-13 این طورا بود، یعنی 10 سال پیش. اون عرفان کجا و این عرفان کجا؟ واقعا به نظر من عرفان قدیمش خیلی خفن بود، یعنی خیلی خفن واسه یه دقیقش بود و هر چی نمیدونم جلوتر میره انگار محتوا همون محتواست، ولی قدرت بیان، اون فلویی که داشت، اون وقتی آدم میشنید میخکوب میشد دیگه اونجوری حداقل برای من نمیشه، نمیدونم چرا این بده. دمتون گرم، مرسی که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم که حسی رو توی شما بیدار کرده باشه این آهنگ و تأثیر خودش رو گذاشته باشه. ایشالله یه روز یه آهنگی بچه های پایدار توی ایران رکورد کنن و ضبط کنن. خیلی چکرم، مراقب خودتون باشین، خیلی بیشتر توی این روزا و قربان شما، مثل چک.